آی کلاود یه امکان جدیده که اپل از ورژن 10.7 دو لاین به بعد اضافه کرد و یه هارد اینترنتی که شما فایل های خیلی حیاتی و مهمتون رو میتونید اون تو آپلود بکنید که بعدا از هر جای دنیا که خواستید بتونید بهشون دسترسی داشته باشید. در عین حال یه هماهنگی هم بین آیفون، آیپد و سیستمتون به وجود میاره که خب حالا مثال و نمونه هاش رو اینجا با هم میبینیم. برای این کار شما یه اپل آیدی حتما نیاز دارید. کسانی که نمیدونن اپل آیدی چی هستش، راست رو بخواین خارج از این درسه و من خیلی نمیتونم توضیح بدم چون خودش اصلا یه درس مجزا میخواد. حالا خود آی کلاود چی هست؟ به طور مثال شما پیجز رو باز میکنید، توش یه کاری انجام دادید، میخواید بعداً جاهای دیگه بهش دسترسی داشته باشید، شیر رو میزنید و حالا اگر وارد آی کلاود بشید، سایت iCloud.com، از اینجا میتونید از آی ورکس بهش دسترسی داشته باشید یا اصلا میتونید بقیهش رو روی آیپدتون ادامه بدید اگر روی برنامه ببخشید اگر روی آیپدتون برنامه پیجز رو داشته باشید. همونطور که شما اینجا میبینید کلندرتون و کانتکستتون هم اینجا هستن و دقیقاً با اونی که توی سیستمتون هستش سینک میشن، یعنی بین آدرس بوک سیستمتون، آیفونتون و این وبسایت یه هماهنگی وجود داره. ایمیلتون هم که خب ایمیل me.com هست، به طور مثال ایمیلتون میتونه radon.it@me.com باشه یا حالا هر ایمیل دیگه که دارید. امکان دیگه که داره، اگر شما فرضاً روی آیفونتون عکس بگیرید، میتونید از طریق فوتو استریم بلافاصله توی آیفوتو اونها رو ببینید و باز هم یه جایی داشته باشید که این عکس ها رو بلافاصله توش آپلود بکنید. تنظیماتی که داره، شما همونطور که گفتم اپل آیدیتون رو وارد میکنید و اینجا همونطور که میبینید بوکمارکتون رو بین آیفونتون و سیستمتون و چیزهای دیگه که دارید هماهنگ کنه، همینطور که فوتو استریم رو دیدیم و توضیح دادم خدمتتون، داکیومنت که همون به پیجز مربوط میشد و اسناد آی ورکسی که دارید و بک تو مک هم که در واقع همه آی کلادتون رو بکاپ میکنه. میل اند نوتستون هم که طبیعتاً مشخص اسمش بکنم نیاز به توضیح خاصی نداشته باشه. برای کاربرهای ایرانی یه مشکلی که داره اینه که IP ایران رو متاسفانه ساپورت نمیکنه و یه مقدار اذیت میکنه موقعی که شما از ایران بخواید اپل آیدی درست بکنید یا اصلا خود این آی کلاود رو باز بکنید. و خب یه مشکل دیگه که تقصیر اپل نیست و شاید خود ماها باهاش یه ذره مسئله داشته باشیم اینه که برنامه ها و موسیقی ها و امپیتری هایی که شما میخرید در واقع بین همه دیوایس هاتون پخش میشه. مثلا شما یه موسیقی رو میخرید و هم تو آیفونتون دارین، هم توی مکتون دارین، هم تو آیپدتون. اگر خریداری نکنینش میتونین این کار رو انجام بدین، ولی خب طبیعتا امکان آی کلاود با چیزهایی که قانونی هستن خیلی راحت تر و خیلی بهتره. یه فیلمی هم خود اپل داره که من روش حالا اینجا یه توضیحاتی میدم به عنوان توضیحات تکمیلی که این بحث رو با هم تمام بکنیم. و اون هم اینه که به طور مثال شما اینجا میبینید یه آلبوم خریداری میشه بلا فاصله روی مک طرف، همونطور که میبینید آیتیونز بلا فاصله دانلود میشه روی آیفونش و همونطور که میبینید میتونه بلا فاصله گوش بکنه. عکسی که میگیره همونطور که گفتم خدمتتون توسط فوتو استریم اینجا میاد. سندی که داره کار میکنه باهاش روی آیپد، میتونه بلا فاصله ادامش رو روی آیفون یا حالا مک اگر دوست داشته باشه توی خود فرض کنید پیجز انجام بده کاربر. عکسی که اینجا میگیره باز از طریق فوتو استریم بلا فاصله اینجا میاد و طراحی که اینجا میکنه باز توی برنامه‌ای که این تکنولوژی آی کلاود رو ساپورت بکنه میتونه روی آیپد حالا یا چیزای دیگه که داره ادامه بده. باز همینطور که شما اینجا میبینید میتونه موسیقی ها رو وقتی طرف خریداری میکنه روی تمام وسایل با هم دانلود بکنه، همونطور که اینجا میبینید و روی آیفون دانلود شد. و در مورد برنامه ها هم باز به همین صورت هستش.